از این مولود فرخ پی 1400 سال است، زمین دور خودش می گردد و بسیار خوشحال است. فقط این جمله در تأیید میلاد النبی کافی است که شیطان از نزولش تا همیشه ناخوش احوال است. زمین و آسمان مکه طوری نور بارانند که دیدار دوتاشان هم تماشا هست هم فال است. پریشان کرده دنیا را به وقت آمدن این طفل که خاموشی و خشکیدن در این اجلال اقبال است. محمد یا امین، یا مصطفی، یا احمد و محمود، من ار گنگم جهان هم در بیان او کر و لال است. با پایش ریختند از نورها آنقدر از بالا که گردن بند خورشید این میان ناچیز مثقال است. جهان را میزند بر هم چون این اسمی که پایانش با علم جفر دست میم روی شانه دال است. اگر امروز آغاز است بر دین خدا با او، غدیر خم ولیکن روز اتمام است و اکمال است. ترک برداشت ایوان مدائن پیش تو، یعنی که ایوان نجف بر مشکلات جمله حلال است. همکنون مستم و این شعر تا روز جزا مست است، ملاک سنجش افراد، قطعا سنجش حال است. با پایان آمد این ابیات، اما خوب می دانم هنوز این شعر در وصف محمد میوه کال است. هنوز این شعر در وصف محمد میوه کال است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. عرض سلام و وقت بخیر داریم و عرض شاد باش با مناسبت مولود شریف، زادروز حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که این ویژه برنامه به طور خاص و اختصاصی تقدیم میشه با همه شما خدا محوران و خدا باورانی که پیروی از دین محمد با عنوان نماد و الگو کردین، مسلمان هستید و دلتان به عشق محمد و اسلام میتپه. در هر کجایی که هستین
برایتان آرزوی صحتمندی و سلامتی داریم و خوشحال هستیم که امشب هم در این ویژه برنامه با برنامه خودتان امشب همراه هستین. میریم به سطح شهر و سراغ همکار گزارشگر ما مؤمن امینی. ببینیم که در این رابطه چه گفتگویی با کدام یک از شهروندان ما انجام دادن. برمیگردیم با برنامه خودتان همراه باشید. مولود شریف مبارک. همان گونه که از نامان پیداست، بهار ماهاست، بهار دلهاست، بهار عشق است و بهار محمد مصطفی است صلی الله علیه و سلم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما خوبان و بینندگان عزیز که وقت میگذارین و برنامه خودتان، یعنی برنامه امشب بیننده میباشین. امروز هم بر سطح جامعه برآمدیم، میریم با مردم صحبت میکنیم درباره برنامه ویژه ما یا موضوع ویژه ما که مولود شریف میلاد نبی است. از شما خواهان امروی هستیم تا پایان گزارش ما را همراه باشین. سلام، وقتتان بخیر. سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. بخیر باشین. میشه بگوین که نامتان چیزه، مصروف چی کارا بارسن؟ مرتضی بهادری هستم، استاد در یکی از مکاتب شخصی ولایت کابل. نام زمان است و من یک تن از محصولان پانتون کابل است. آسیب الله حفیظی هستم، یک کاروبار کوچک دارم، تجارت هست میکنم، همین اموال خود رو کوچک خرید و فروش میکنم. موضوع برنامه ما درباره مولود شریف است. شما در روز مولود شریف چی کارا رو انجام میدین؟ خب مولود شریف همون روزی است که پیامبر اعظم و شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پا به این دنیا گذاشتن. معمولا در این روز مساجد و بیشتر از فامیلای که در افغانستان هستن، امی عرف و فرهنگ و عنعناتشانی است که ختمای قرآن برگزار میکنن و در اصل تزیخ ختمای قرآن بیشتر از فقیرایی که نان بخوردن ندارن و یا غذایی ندارن که بتانن شکم خدا نصیر بکنن، توسط ختمای قرآن کمک کرده باشن به این مردم. و بیشتر مردم افغانستان در این روز روزه میگیرن، نه تنها مردم افغانستان که شاید بیشتر از مسلمانای جهان، که این روزه گرفتن هم ثواب اخروی را در پیش رو داره و هم اجر دنیوی. چگونه میتونیم که از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که بهترین الگو برای همه مسلمان ها هست به درستی الگو برداری بکنیم و یک امت خوب برش باشیم؟ خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر مسلمانان در عرصه های مختلف زندگی میتونه برای مسلمان ها الگو باشه. از جمله یک از اخلاق نیک است. پیغمبر در اخلاق نیک در تمام عرصه های زندگی نمونه بوده. و دیگه اخلاق نیکی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امانتداری است که حضرت محمد در امانتداری هم نمونه بوده، حتی پیش از پیامبری به محمد امین در کعبه مشهور بوده. یکی از اخلاق بارز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امانتداری و صداقت بود. شما این صفات چقدر در وجود خودتان میبینین؟ به شک که پیغمبر موقت در امانتداری و در تمام فعلهای زندگی با تمام روش کردار زندگی جوره نداره در جهان هستی ما و شما. خب ما منعیس یک حومت، منعیس یک مسلمان، منعیس یک بازمانده مسلمان تا امروز در جهان هستی ما زنده هستیم. لاقل اگه هیچ چیز کده نمیتونیم دروغ نگوییم، لاقل اگه هیچ چیز کده نمیتونیم زد نکنیم، لاقل اگه هیچ چیز کده نمیتونیم همو فعلهای شیطانی ما از خود نشان دادن نداریم، در فعلای شیطانی نامکشی نکنیم، بیاین در انسانیت، در برادری، در اخوت نامکشی کنیم، بیاین که با هم پذیری نامکشی کنیم، بیاین که منعیس یک مسلمان به دوستی راستی هم نامکشی کنیم. با زد، با جنگ، با مشکلات این صحیح نیست و واقعیت پیغمبر ما را واقعیت امت خدا خیلی دوست داره و وعده کرده تا که من باشم یک امت من ایمانم بسوزه. خب ما هم بین از خود یک غیرت، یک مردانگی، یک راستی نشان بدیم. ما به عنوان یک فرد مسلمان چقدر مسئولیت داریم تا از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاهی پیدا بکنیم و او را در زندگی خود ما تطبیق بکنیم؟ ات یک گپ است که هر مسلمان آینه از دین است. یعنی وقتی ما به یک جایی میریم، به یک کشور بیرون میریم یا با یک افرادی که مسلمان نیستن روبرو میشیم، ما دین به حساب انعکاس میتیم بر اونا. پس بهتر همی است که هر فرد مسلمان افعال و رفتار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیشی بگیره تا بتانه که انعکاس خوبی از دین داشته باشه، تا به حساب چطور بتان بگویم که سرمشق خوبی باشه برای دیگرها که در خارج هستن. بسیار دو تشکر از اینکه وقت گذاشتین. قربانتون، شما سلامت باشید.
خیلی خوش آمدید به ادامه برنامه و جا داره که یک بار دیگه این مناسبت بسیار بزرگ را خدمت همه شما بیننده های عزیز در هر کجایی که بیننده برنامه امشب هستید تبریک و شادباش عرض میکنم. همچنین تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه. اگر میخواهید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید. در این لحظه مهماندار هستیم. برادر بسیار بزرگوارم خلیل الرحمن سعید، عالم جوان و خوش خاطره. سلام بر شما. خیلی زیاد خوش آمدین و تبریک عرض می‌کنم. بفرمایید، کامرا های ما در اختیار شماست. تبریک و شادباش و صحبت های نخست را داشته باشید. در خدمتتون هستم. زنده باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز. الحمدلله که در شهر و ماه محبت و در برنامه پر از حب و محبت و عشق در خدمت هموطنان خود و در خدمت شما قرار داریم. سلامت باشین. خیلی افتخار بخشیدین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شب بسیار مبارکی است. یقینا. جناب سعید صاحب، در زمانی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جزیره العرب دیده به جهان باز میکنه، در او زمان و عصر که ایشان به دنیا میآیه، با ای که یک شهر پر از ثروت و ثروتمندان هست، اما از طرف دیگه جهل و نادانی هم موج میزنه. وقتی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا میآیه، خیلی اتفاقات جالبی رخ میده. طاق کسرا ترک میخوره، دریای ساوه یا دریاچه ساوه خشک میشه و بت‌ها بر روی میفتن. تمام اینها نشانه چیست و پیامش برای امروزی ها و نسل جوان امروز چی میتونه باشه؟ الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. من محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض درود دارم صلی الله علیه و سلم، و به زبان بسیار قاصر و ناتوان میگم که سردار من، پیامبر من، شهریار من، ما در برابر تو خجل هستیم. ما با اعمال خود، ما با کردار خود، ما با رفتار خود سبب آبروریزی دین شدیم که او دین برای بشریت رحمت بوده است. امروز در کشور ما خون میبارد، جهل بیداد میکند، مکتبها را بسته ایم. ما در برابر رسول صلی الله علیه و سلم به عنوان امتیش سخت خجل هستیم. اما آنچه که شما ذکر کردین و بیان کردین و تعبیر رفیع خداوند است. ما چی بیان بکنیم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در حالی که الله متعال در موردش گفت که تو سراج منیر هستی، تو چراغ همیشه روشن هستی. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. و بیان کرد که تو رحمت للعالمین هستی و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. و بلکه بیان کرد که ورفعنا لک ذکرک، ما یاد تو را بلند کردیم. یاد پیامبر، نه تنها یاد پیامبر، بلکه روزی که رسول صلی الله علیه و سلم در اون روز تولد شده است، بلکه شهری که پیامبر تولد شده است. شهر مکه قبل از پیامبرم زیبا بود و نامآور بود، ولی خداوند میگوید که قسم به این شهر، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. و بلکه اصحابی که با پیامبر بودند بلند شدند، و بلکه زمانی که زمان تولد پیامبر بوده است بلند مرتبه شده است. از اون حیث باید این حوادث رخ میداد و باید زمین و آسمان مکه آن شب نور باران می بود. بح 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 و یقینا که این فرصت فرخنده و این ماه پر از خیر و برکت را به همه تبریک عرض می کنیم. برخی از دوستا سوال میکنند که تبریک گفتن رواج بوده است نبوده است؟ چه تو تبریک گفتن درست نبوده باشد، در حالی که بانی شریعت محمدی و مصطفی تولد شده است و آخرین و بلکه بزرگترین صنعت خداوند در عالم پیامبران به پایه اکمال میرسیده است. به 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 به، چه تعبیر زیبایی، چقدر عالی و چقدر همه جانبه. خب جناب سعید صاحب، ما میخواییم که چون در بین صحبتهای شما از سیرت النبی هم یاد شد، سیره و اسوه حسنه و یک نمونه کامل اخلاق و امانتداری است حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چه کنیم که به عنوان
امتی آن حضرت، آن بزرگوار، سیرت و روش او بزرگوار را در زندگی ما در لحظه لحظش، نه در لقلقه زبان، در اعمال و کردار ما پیاده بکنیم. ارتباط با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم دروازه های گوناگون دارد. جا دارد اینجا هم ذکر بکنم که پیامبر صلی الله علیه و سلم باب اعظمی خداوند است، و بلکه ارتباط با خداوند ممکن نیست مگر از طریق ارتباط با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، زیرا خداوند بیان کرده است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو اگر واقعا شما یک گپ را ادعا میکنید که خدا را دوست دارید، فقط یک را دارد که از دروازه ما وارد شوید، ما را پیروی بکنید، یحببکم الله، الله شما را دوست داشته باشد. اما در اینجا من فکر میکنم قبل از هر عمل دیگری، قبل از هر سخن دیگری، باب محبت است، باب عشق با رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما آیا محبت بر اساس جهل می شود؟ هرگز و ابدا. پایه محبت شناخت است. ما از رسول الله چی شناخت داریم؟ امی که یتیم بوده است، بزرگ شده است، این شناخت تاریخی است. من شناخت وصفی می گویم، من شناخت خلقی می گویم. رسول الله بر یک مسیر تر می شود. این حدیث است که بخاری و مسلم کتابهای سنت نقل کرده است، در همه مذاهب آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از یک مسیر تر می شود، یک طفل جگرخون است. میگوید چی شده است ابو عمیر؟ میگوید که پرندم از بین رفته است، اما گنجشککی که با او بازی میکرد. رسول صلی الله علیه و سلم با او دقایق می نشیند و او را تسلی می دهد. اگر امروز می بود و این ظلم را می دید و این جویهای خون را در کشور ما می دید و این مصیبت ها را می دید و این پرپر شدن جوانان را می دید، چی می گفت؟ ما یقینا که از سیرت رسول صلی الله علیه و سلم در عالم بیخبری قرار داریم. از این حب میان ما و رسول الله یک حب زبانی است، نه قلبی، زیرا حب قلبی انسان را از خشونت، از تندرفتاری، از زشترفتاری منع می کند. پیامبری که به اخلاق وصف شده است، چطور ممکن است که امتش بد اخلاق ترین مردم کره زمین بوده باشد؟ یعنی ناممکن است و این چیزی است که در حقیقت عقلا و منطقا مستحیل است. خیلی سپاسگزار. خیلی حیف آدم میه که در بین صحبت های شما اصلا بخواه مداخله بکنه و پرانتز باز بکنه و چیزی بخواه بگویه، اما پرسش هایی که ما میخوایم دوباره باز برگردم به برنامه و این حال هوا را یک مقدار عرفانی تر و تاریخی تر بسازیم، یست که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ازدواج میکنن با بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها، تفاوت سنیشان 15 سال است. یک جوان 25 ساله با یک خانوم 40 ساله ازدواج میکنن و حاصل ای ازدواج بر اساس تاریخ، خب ابراهیم هست و شاید دو نفر دیگه هم ذکر شده، اما بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر ایشان، نام و یاد و خاطره ایشان را برای ابد زنده میکنه. در همون زمان عصر جاهلیت که دختران زنده به گور میشد، ایشان به بی بی فاطمه زهرا حرمت میگذاشتن و دستان مبارک و کوچک ایشان را میبوسیدن. حالا پرسش مایی است، کرامت، جایگاه و شخصیت زن و دختر در او عصر که اعراب به تعداد مرده های خودشان فخر می فروختن، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، به تعداد مرده ها و قبرستان های خودشان افتخار می کردن که وقتی ما چنین مرده های زیادی داریم و قبرستان کلانی داریم، پس چه قبیله کلانی داریم. اما در امو عصر میان دختران خود را زنده به گور می کنن و ادعی میگن که تو ابتر هستی و دنبوریده هستی و عبارتی. اما خداوند سوره کوثر را نازل میکنه برای آرامش حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که میگه در حقیقت تو خیر کثیر را ما برات عنایت کردیم و دیگران ابتر هستند. پیامش برای عصر امروز چی میتونه باشه؟ شما از دسبوسی فاطمه علیه السلام یادآوری کردین.
ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم خستن در برابر هر انسان دیگه را ممنوع قرار میده بنابر برخی از روایات علا تعبیر اختلاف فقها، اما همه به این قول هستند که پیامبر در برابر یک انسانی که از جا بلند میشد، او فاطمه بود دخترش، و بلکه فاطمه به نص قرآن نفس پیامبر است، و بلکه فاطمه بزرگترین خانم است که امت اسلامی دیده است، بالکل و بخشی از پیامبر است. از اون حیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با دفاع از مقام فاطمه، با یادآوری محاسن فاطمه، در حقیقت نقشی از دفاع از دختران را بازی کرده است، بلکه صراحت میگوید من عال جاریتینی حتی تبلغا، کسی که دو دختر را سرپرستی بکند، تربیت بکند، تعلیم بدهد، زمینه علم آموزی را برایش فراهم بکند، تا زمانی که بالغ میشوند چی میشود، پاداشش چیست؟ جاء يوم القيامه انا وهو ودم اصابعه، روز قیامت در حال می آید که ما و همانند دو انگشت پهلو در پهلو هستیم. من می خواهم یک نکته را بگم، روایات بسیار زیاد است، هرگاه ما به قضیه تربیت و تعلیم می بینیم و از ما سوال می شود که پسر خوب است تعلیم کند یا دختر، می گویم اردوش فرض است، شکی نیست، اما وقتی به تربیت پیامبر می بینیم، به اسلوب پیامبر می بینیم، یقینا پیامبر بر تربیت و تعلیم زنان بیشتر از مردان تاکید کرده است، و این چیزی است که از مجموع قرآن معلوم می شود، از مجموع روایات و اخبار نبوی و مصطفی معلوم می شود. رسول الله در این شرایط دست دختر را می بوسد و قرآن در دفاع از پیامبر نعمت دختر را یادآوری می کند. الله متعالی دین را برای ما نیک بگرداند و ما را به این دین آگاه بسازد. سلامت باشین جناب خلیل الرحمن سید عالم دین، فوق العاده عالی، فوق العاده عالی. من مطمئن هستم که صحبت های شما را هم تمام مردم افغانستان شنیدند و هم مسئولینی که باید می شنیدند و باید گام های عملی را در این زمینه بردارند که حقوق زنها، اگر ما واقعا خود را پیرو حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می دانیم، انشاءالله به گوششون رسیده باشه و درهای مکتب را با عشق و محبت بروی دختران افغانستان باز می کنیم. خیلی سپاسگزارم. وقفه کوتاهی داریم، برمی گردیم، با ما همراه باشید. خیلی خوش آمدید یک بار دیگه. جا داره که زادروز پیامبر بزرگوار نور و رحمت، پیامبر مهربانی و عطوفت را خدمت شما شادباش عرض بکنم. در بخش چیگپای امشب میپردازیم به برخی از مواردی که در رابطه با حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کتب مختلف آمده، با شما صحبت‌های را خواد داشتیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با پشت سر گذاشتن دشواری‌های بسیار، بدون خستگی و ناامیدی، اقدام به اصلاح جامعه و ترویج دین مقدس اسلام در جزیرة العرب و بعد از او صادر کردن دین مقدس اسلام به دیگر کشورها از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 63 سال در دنیا زندگی کردند، اما 63 سالی که به اندازه تمام طول تاریخ بشریت ارزش داره و خدا را 100,000 بار شکر که ما پیرو دین مقدسی هستیم که این بزرگوار برای ما و شما آورده و به عنوان فرستاده الهی و آخرین فرستاده الهی ما خوش به حال ما هست و خوش به سعادت ما هست که پیرو این بزرگ مرد تاریخ هستیم که نامش در رأس تاریخ بشریت جلوه نمایی میکنه و در رأس هرم تمام خوبی ها قرار داره. در برخی از کتب آسمانی مانند تورات، احمد در مقابل نام ایشان گذاشته شده، یعنی نام ایشان عنوان احمد نامیده شده. آمنه مادر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز قبل از نامگذاری فرزندش توسط عبدالمطلب به محمد، او را احمد نامیده بود.
این هم یک نکته بسیار جالبی است که در برخی از کتب آمده. اما القابی که برای ایشان در کتاب‌های مختلف ما می‌بینیم، در روایت‌های مختلف ما می‌بینیم و خواندیم، به طور مثال رسول الله، نبی الله، امین الله، مصطفی، محمود، مدثر، امی، خاتم، مزمل، رحمت، نذیر، طه، یاسین، بشیر، مبین، کریم، نور، نعمت، شاهد، مبشر، منذر. اینا نام هاییست و القابی است که برای بزرگوار ذکر شده. کنیه هایی که برای ایشان ذکر شده ابو ابراهیم و ابو قاسم هست. نکته بسیار مهمی است که ابو قاسم و ابو ابراهیم با کنیه های این حضرت هست، وجود داره. دو فرزندی که در جوانی متاسفانه یا در نوجوانی متاسفانه از دنیا رفت و تنها فرزندی که از اون نسل بجا ماند و به یادگار ماند، برعکس دیدگاه جاهلیت آن زمان که او را ابتر خواندند و گفتند نسلی از تو باقی نمانده چون فرزند پسری از تو وجود نداره، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان کوثر، خیر کثیر از طرف خداوند، همون سوره کوتاهی که در قرآن هست، انا اعطینا کالکوثر، ای در زمانی بود و شأن نزولش در زمانی هست که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر طعنه یک تعداد جاهلان زمان خودش رنج می برد، اما این سوره کوتاه قرآن باعث آرامش و تسکین حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شد که گفت در حقیقت اونا ابتر هستند، در حقیقت اونا دم بریده هستند و نسل تو همچنان باقی خواهد ماند، ما به تو خیر کثیر را عنایت کردیم. دوران نوجوانی و جوانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت محمد در دوران نوجوانی خود به دلیل امانتداری با صفت امین شناخته می شد. آن حضرت با سرپرستی کاروان تجاری حضرت خدیجه بن خویلد، این را من می خواهیم تأکید بکنم، شخصیت بزرگواری که همسر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن، با لیاقتی که از خودشان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سن 25 سالگی از خودشان نشان میتن، به عنوان سرپرست کاروان تجارتی انتخاب میشه از طرف حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و در او سفر سود کلانی هم نصیب ایشان میشه. و جالب اینجاست که سرآغاز آشنایی و ازدواج حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت ختمی مرتبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در حقیقت جرقه هایش از همونجا شکل میگیره که این باعث خوشبختی و مباهات و مسرت همه ما شما هست. یکی دیگر از توانمندی هایشان ماجرای حل اختلاف بین سران قریش بر سر نصب حجرالاسود بود که باعث می شد کم کم و نگرانیش وجود داشت که باعث یک خانه جنگی و کوچه جنگی شود که باعث از بین رفتن تعداد خیلی از سران قریش، جوانان قریش و فرزندان قریش شود، که این خودش نشان دهنده حکمت، بزرگی و شخصیت والا و دانشمند ایشان هست. وقفه کوتاهی داریم، برمیگردیم، با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، الهی بجز درت پناهی نبود، ما رو به کجا کنیم کراهی نبود. یا
رسول الله، کرم خالق سرمد به شما می آید، خلق خوب و خوش و امجد به شما می آید. در میان همه خلق به قرآن خدا چقدر چقدر نام محمد به شما می آید. پیغمبر سعادت و ایمان خوش آمدی، پیغمبر صداقت و ایمان خوش آمدی، کامل ترین حقیقت انسان خوش آمدی. دنیا کویر تشنه تو قاصد بهار، سر تا به پا ترابت باران خوش آمدی، نازل شدی ز کنگره عرش بر زمین، ای مشرق تجلی قرآن خوش آمدی. یا رسول الله، پیش از تو عشق و خوبی و احساس مرده بود، تا زندگی ببخشی چون جان خوش آمدی. یا رسول الله، جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر، منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر، بده ساقی می باقی که غرق عشرت و شادی، دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر. تعال الله از این نعمت کزو اسباب آسایش برای ما فراهم گشت از میلاد پیغمبر، زلط و رحمت ایزد زیمن مقدم احمد، ظهور حق مسلم گشت از میلاد پیغمبر. به شام هفته ماه ربیع و سال عام الفیل، رسالت ختم خاتم گشت از میلاد پیغمبر. یا رسول الله، بشارت باد بشارت ده به مشتاقان، ز امر قادر منان دل ما آری از غم گشت از میلاد پیغمبر. بشد دریاچه ساوه تهی از آب و برعکسش سما، و همچنان یم گشت از میلاد پیغمبر. بنای ظلم شد و ایران، ولی در سایه ایمان قدم در ملک هستی زد، چو ختم الانبیا احمد. مقام ما مقدم گشت از میلاد پیغمبر، نوای بانگ جا الحق با باطل چیره شد دلها، نظام دین منظم گشت از میلاد پیغمبر. ز حسن پرتو رویش خجل در مغرب و مشرق، مه خورشید اعظم گشت از میلاد پیغمبر. ای که وجود همه عالم تویی،
ذکر سجوده همه آدم تویی، منشأ خیر همه کائنات، علت هستی دو عالم تویی. خوش آمدی خوش آمدی مصطفی، خوش آمدی خوش آمدی مصطفی. قبله عالم لب شیرین تو، باغ نبوت گل خرم تویی، رتبه تو فخر همه انبیا، بر همگان هر جو اعظم تویی. خوش آمدی خوش آمدی مصطفی، خوش آمدی خوش آمدی مصطفی. صلی الله علیک یا رسول الله. خیلی زیاد خوش آمدید. همچنان با ادامه ویژه برنامه مولود شریف در خدمت شما هستیم با کمال افتخار، و جا داره که یک بار دیگه تبریک و شادباش عرض بکنم تولد حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را، پیامبر مهربانی و عطوفت، پیامبری که خوشبختانه خوشبختانه بیش از 1 میلیارد پیرو در حال حاضر داره، و امیدوار هستم که ما و شما هم پیروان صادق و صدیقی برای آن بزرگوار باشیم. در این لحظه مهماندار هستیم برادر بزرگوار ما جناب دکتر عبدالقادر کمالی، استاد دانشگاه. خیلی زیاد خوش آمدید و این روز مبارک را خدمت شما تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما، همکاران گرامی و بینندگان فرهیخته شبکه طلوع، و عرض تبریک داریم میلاد پیامبر نور و رحمت، رحمت للعالمین، آقا رسول الله را خدمت شما و همه مسلمانان و آزادی خواهان و همه بشریت، که رسول خدا مصداق کامل رحمت للعالمین، یعنی رحمت برای همه جهانیان هستند. این روز تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که ما به سیره و سنت رسول خدا چنان عمل کنیم که انشاءالله در روز قیامت شرمنده آن حضرت نباشیم. انشاءالله. جناب استاد، شما از رحمت للعالمین، سیره و سنت آن بزرگوار یاد کردین. اگر قرار باشه ما به عنوان یک الگو از ایشان نام ببریم و زوایای دیگر شخصیت این بزرگمرد تاریخ را بر بشماریم، چه نکاتی در زندگی ایشان برجسته تر از موارد دیگر به نظر میرسه؟ اصلا پیامبر اسلام قبل از اینکه به اصطلاح پیامبر باشه، یک عبد و یک انسان کامل برای خداوند متعال، به او حدی از کمال رسید که خداوند او را به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان خاتم انبیا برگزید، یعنی به عبارتی انتخاب کرد از بین مخلوقات خودش. تمام ویژگی های زندگانی پیامبر اسلام واقعا برجسته است و برجسته بوده، ولی مهمترین چیزی که شخصیت پیامبر در پیش غیر مسلمانان، مستشرقین، اونایی که اعتقاد چندانی به رسالت پیامبر اسلام نداره، چیزی که خیلی برجسته است اخلاق رسول خداست، به طوری که از اخلاق پیامبر اسلام با عنوان معجزه دوم رسول خدا، که معجزه اولش که قرآن کریم کتاب الله هست، معجزه دومش اخلاقش بوده. شما در طول حیات مبارک رسول الله هیچگاه نمیبینی که با کسی تندخویی کرده باشن، تندخویی، صدای خود بر سر کسی بلند کرده باشه، و اخلاق و سیره رفتارش با طبقات مختلف جامعه، با مسلمان، غیر مسلمان، با زنان، با مردان، پیران، جوانان، کودکان، خردسالان، یک الگو و یک پکیج کامل از زندگی یک انسان کامل است. ما در هر بخشی از اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی ورود میکنیم، میبینیم که دنیایی از
معنویت و نورانیت و دنیایی از پیام برای پیروان آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم داره. یقینا یکی از مواردی که در زندگی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک نمونه و یک زاویه دید مشخص میتونیم روش صحبت بکنیم، سعه صدرشان هست، تواضعشان، فروتنیشان، دانششان، برخورد نیکشان و از همه مهمتر اما مقوله اولی که من مطرح کردم، سعه صدر. برای مسلمان امروز پیام حضرت رسول الله چه هست با توجه به اینکه 1400 و اندی سال از او زمان ما فاصله داریم؟ ببینید جناب استاد، اصلا سیره رسول خدا، سنت رسول خدا، درست ما فاصله گرفتیم ولی برای همه عصرها و نسل هاست و این برای ما مبنای عمل ماست. من عرض کردم، حالا شما سعه صدر گفتیم، سعه صدر حالا میشه و یک مقداری بعضی انسان‌های صابر در شرایط فعلی هم داریم، ولی من یک مسئله دیگر خدمت شما یادآوری میکنم، بحث امانتداری، صداقت، راستی که در زندگی همه انسان‌ها ظهور و بروز داره، در زندگی همه انسان‌ها ساری و جاری است، صداقت و راستی و درستی. پیامبر اسلام قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود، خب به هر حال یک انسان عادی بوده دیگه، هنوز پیامبر به پیامبری مبعوث نشده بوده، ولی به محمد امین، به صداقت، به راستی، به درستی، در حالی که جامعه شبه جزیره عربستان جامعه جاهلی پر از فسق و فساد و فجور بود، پیامبر اسلام میرفت در غار حرا اعتکاف میکرد، به عبادت مشغول بود و در بین حتی مخالفای رسول خدا، هنگامی که ایشان دعوت خودش علنی کرد، ترور شخصیتی کردن، یک کلمه نداره که بگویه رسول خدا در دورانی که قبل از بعثت مثلا این کار انجام داد. یعنی یک مکروهی حتی صداقت و راستی رسول خدا رو در او حد اعلی بگی، نمیتونستن انکار بکنه. بله، و مخالفای رسول خدا که اشیای ارزشمند خودشه پیش رسول خدا امانت میگذاشه، در حالی که رسول خدا رو میگفتن سر به تنش نباشه. شما در شبی که پیامبر هجرت کردن به مدینه، چند تا وصیت به حضرت علی علیه السلام داشت، یکی از وصیتاش بود امانت های مردم رو بهشون برگردن، در حالی که اگر مثلا او زمان او کسایی بودن که میخواستن رسول خدا رو به شهادت برسونه، ولی اشیای ارزشمند و قیمتی از اونا پیش رسول خدا امانت بود و رسول خدا اونا رو برگردان. یقینا. خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب دکتر صاحب عبدالقادر کمالی، استاد دانشگاه و عالم دین، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. خیلی سپاسگزار هستم از شما. از شما هم تشکر. انشالله که موفق پیروز باشید. سلامت باشید. و همچنان از شما بیننده‌های عزیز هم خیلی سپاسگزار هستیم. یک بار دیگه این مولود فرخنده را به همه شما تبریک و شادباش عرض میکنم. تا برنامه های بعدی امشب، خدا نگهدارتان و امیدوار هستیم که این دعا را بکنیم که خداوند ما را پیروان صدیق و صادق آن حضرت قرار دهد. دل دیوی افغانستان، جوانده دیوی افغانستان، جشسین افغانستان.